سلام و شبتان بخیر به مجموعه خبری 8 از آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه پنجم ماه میزان سال 1400 خورشیدی است که برابر می شود با 27 ماه سپتامبر سال 2021. سرخط خبرها. حرفای تازه زلمه خلیلزاد در مورد افغانستان. دنیا متوجه ده چه وګوري طالبان دا وعده چه ورکر دی عملی کوی که نه. خاص امارات اسلامی برای برسمیت شناختنش از سوی جهان. اگر جهان می خواهد که طالبان مواد مخدر و تروریسم را ریشه‌کن کند، جهان باید آن را برسمیت بشناسد. پرداخت معاشات برخ ادارات دولتی از سوی حکومت. کاهش طول عمر پس از همگیری ویروس کرونا. و برداشت تعرفه‌های گمرکی از سوی پاکستان. من عبدالعزیز سخیزاد هستم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای افغانستان گفته که فرار اشرف غنی روند انتقال صلح آمیز قدرت را برهم زد. آقای خلیلزاد در مصاحبه با آریانا نیوز گفته که قرار بود پیش از ورود نیروهای امارات اسلامی به کابل یک هیئت با صلاحیت به دوحه برود و در مورد ایجاد یک حکومت همشمول با نمایندگان امارات اسلامی به توافق برسد، اما به دلیل ایجاد خلأ نظام در کابل و فرار اشرف غنی همه چیز برهم خورد. زلمه خلیلزاد همچنان تاکید میکند که افغانستان در حال حاضر تهدیدی در برابر آمریکا نیست و اگر سران دولت کنونی به تعهداتشان عمل کند، نظامشان از سوی آمریکا به رسمیت شناخته خواهد شد. اکبر لودین گزارش می‌دهد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در مصاحبه اختصاصی با آریانا نیوز میگوید که قرار بود پیش از وارد شدن نیروهای امارات اسلامی به کابل یک حکومت همشمول که تمام اقوام و طرفها در آن دخیل باشد ایجاد شود. آقای خلیلزاد میگوید که در آخرین دقایقی که همه چیز در کابل به هم خورد، توافق صورت گرفته بود که نیروهای امارات اسلامی تا دو هفته وارد این شهر نمیشوند و در جریان این دو هفته یک هیئت به شمول حامد کرزی و عبدالله بعد دو همی روند و روی یک حکومت همشمول توافق صورت می گیرد. اما وی می گوید که فرار اشرف غنی و ایجاد خلای سیاسی در کابل همه چیز را برهم زد. رئیس جمهور افغانستان به مور روز بعد از پیشینش ترک کرد و قوایی که در کابل بود تیتو پرک شدند و مسئله که مطرح شد، مسئله که امنیت کابل چی خواهد شد و این موافقت نامه هم که صورت گرفته بود عملی نشد. زلمه خلیلزاد در مورد فعالیت القاعده در افغانستان میگوید که هر چند این گروه به کلی از بین نرفته، اما افغانستان در حال حاضر تهدیدی در برابر آمریکا نیست و این میگوید که در صورت عملی شدن تعهدات طالبان، آمریکا حاضر است امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد. دنیا متوجه ده چه وګوري چه طالبان دا وعده چه ورکر دی عملی کوی که نه، او که دوی دا عملی و که بیا دا یو نورمال عادی رابطه دی طالبان و او دی افغانستان هم شمول حکومت ترمینز او دی دنیا ترمینز اتمن زمینه مساعد کیگی. نماینده خاص آمریکا در این مصاحبه همچنان با اشاره به اهداف آمریکا در افغانستان گفته است که این کشور توانست به بیشتر اهداف خود در افغانستان برسد که به باور و یکی از این اهداف سرکوب القاعده بود. افغانستان از نگاه خطر تروریسم چیزی نیست که بود. بن لادن کشته شد، یک تعداد زیاد دیگه اعضای القاعده یا کشته شدن یا زندانی شدن، آن یک تعداد محدود در افغانستان است که ضرورت به موجودیت قوای مهم آمریکا در اوج ندارد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا همچنان با اشاره به تلاش‌ها و مأموریت خود در پیوند به ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان می‌گوید که مردم افغانستان در مورد او قضاوت خواهد کرد.
وی تاکید می کند که با هماهنگی کشورهای جهان و منطقه تلاش کرده است تا راه حل سیاسی برای معضل افغانستان دریافت کند. جریان مکمل این مصاحبه اختصاصی را امشب ساعت 9 از آریانا بیننده باشید. عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم امارات اسلامی میگوید که اگر جهان خواهان مبارزه با تروریسم و مواد مخدر است، باید دولت اعلام شده در افغانستان را به رسمیت بشناسد. آقای حنفی در مصاحبه با شبکه الجزیره میگوید که هیچ دلیلی برای امریکا و دیگر کشورهای بین المللی وجود ندارد که این دولت را به رسمیت نشناسد. در همین حال امارات اسلامی به خاطر اجازه نیافتن نمایندهش برای سخنرانی در سازمان ملل اعتراض کرده و گفته که امارات اسلامی حق نمایندگی از افغانستان در این سازمان را دارد. در حالی که بیشتر از یک ماه از اعلام دولت جدید در افغانستان می گذرد، اما هیچ کشور تا هنوز آن را به رسمیت نشناخته است. اکنون عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم امارات اسلامی در مصاحبه با الجزیره می گوید که نیاز است برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در افغانستان جهان دولت امارات اسلامی را به رسمیت بشناسد. اگر جهان می خواهد که طالبان مواد مخدر و تروریسم را ریشه‌کن کند، جهان باید آن را به رسمیت بشناسد. دولت موقت افغانستان می خواهد به شرط احترام متقابل با واشنگتن و بقیه جهان روابط برقرار کند. حتی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای نماینده امارت اسلامی فرصت داده نشد که از آدرس افغانستان سخنرانی کند. به جای آن به غلام محمد اسحاق زی نماینده دولت پیشین فرصت داده شده که به نمایندگی از افغانستان در این نشست سخنرانی کند. دوی به کاغذ موقع کرده و خیلی آلو کرده خیلی آبی کرده وی آخپل دریز و کرنگلار به نروات و تشکر کرده وی دا کار دیو نکل دوی همه چه سوسی هم کار واقعیست. سهیل شاهین که از سوی امارت اسلامی برای نمایندگی در سازمان ملل پیشنهاد شده به این تصمیم سازمان ملل اعتراض کرده و گفته طالبان در حال حاضر حق نمایندگی از مردم افغانستان را دارند. تمام خدمات متاسفانه بالت تعلیق است و افغانستان در یک بحران شدید اقتصادی و سقوط اقتصادی و سقوط خدمات صحی قرار گرفته و تمام عرصه‌های زندگی برای مردم تنگ شده و قیمت‌ها بلند رفته. این در حالی است که کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن دولت طالبان شرط گذاشتند، از جمله ایجاد دولت فراگیر، رعایت حقوق بشر و تهدید واقع نشدن خاک افغانستان بر دیگر کشورها، هرچند که امارت اسلامی اطمینان داده همه این موارد را برآورده می‌سازد. مسئولان میگویند که معاشات کارمندان وزارت‌های صحت، معارف و شاربولی کابل را در مرکز اجرا کرده، اما شمار از کارمندان دولت به خصوص کسانی که در نهادهای امنیتی پیشین کار می‌کردند از دولت می‌خواهند که معاششان را مثل برنامه‌های گذشته اجرا کنند. فرهناز فریبر که با شمار از کارمندان پیشین دولت دیده میگوید که برخی از این کارمندان به دلیل پیشبرد زندگیشان کار شاقه را آغاز کردند. پرداخت یک ماه تنخواهای مامورین چند ارگان محدود دولتی از سوی حکومت چشم امید برای بقیه کارمندان دولت شده است. اغلب ماموران دولت در زمان اشرف غنی 2 تا 3 ماه معاش خود را دریافت نکرده بودند و با تغییر نظام یک ماه معاش دیگر این کارمندان نیز بر شانه‌های دولت افتاد. به تازگی حکومت جدید پرداخت معاشات کارمندان دولت در وزارت‌های صحت، معارف و شاروالی کابل را تنها در مرکز آغاز کرده است. معاشات کم شود و یا ای که به شکل حق و زحمه معاشا پرداخته شود، نه خیر. کدام سیستمی که در نظام گذشته بود و از کدام معاشاتی که آنها برخوردار بودند، امارت اسلامی افغانستان انشاءالله همان معاشات را پرداخت خواهد کرد. کارمندانی که هنوز برای اجرای کارهای مردم و ادارات حاضر می شوند، از 3 ماه معاش تنها 1 ماه حقوقشان را به دست آوردند. می گویند این تنخواه مانند برنامه گذشته و با همان مقدار از سوی دولت پرداخت شده است. 3 ماه می شه که معاش نگرفتیم. دیگه معاش اسد هم درست 3 روز می شه که آمده. بانگ با بانگ میریم گرفته نمی دانیم. کاربار سقوط کرده، کارمندان دولت هم اگه در خانه باز نشسته شدن، کاربار نیست، پول نیست، پیسه نیست، مردم مشکلات بسیار زیاد دارن. ساحل سرباز اردوی ملی افغانستان بود. امروز دست فروشی می کند.
میگوید با آمدن نظام جدید در افغانستان اردو از هم پاشید و آنان بیکار شدند. در حالی که دست کم سیما ماش هم برایشان پرداخت نشده بود، حالا وی از مسئولان میخواهد که ماشات کارمندان سابق دولت را پرداخت کنند. والا یک دو ماه مانده رفتیم 20 نفر رفتیم بانک نمیشه که بریم یک کدام 2000 روپا سر بانک 600 نفر نمیشه که پیسه را بگیریم. با وجود تغییر نظام، بخش صحت افغانستان تنها نهاد دولتی است که حتی برای یک روز هم کارشان متوقف نشد. دکتران و کادرهای صحی به گونه عادی به کارشان ادامه دادند. اما شمار از این دکتران هنوز معاش ماهوارشان را دریافت نکردند. به همگی حقوق داده شوه، به همگی معاشاتش باید بیایه، معاشات کلگی باید، کل زنا باید در هر جایی که هستن وظیفه خود اجرا کنن. در غیر از او یک شفاخانه که معاش بگیره چی فایده؟ دولت به این رقم آباتی نداره، نمیشه. امکانات نداریم. مثلا اگه ما ترانسپورت رایگان داشته باشیم به وظیفه تا وظیفه ما را ببرن بیارن، امکان داره. در غیر از او هیچ کس حاضر نمیشه بدون کدام معاش وظیفه اجرا کنه. در حالی که معاشات تعداد کم از ادارات دولتی پرداخت شده، بان هم کارمندان دولتی میگویند اگر معاشاتشان به طور مکمل پرداخت نشود، دیگر نمیتوانند به کارشان ادامه بدهند، چون مصارف خانواده چند نفری یک کارمند دولت وابسته به همان معاش اندک بوده که در پایان هر ماه بدون تأخیر در گذشته پرداخت میشد. ادامه خبرها پس از یک میان برنامه کوتاه. ادامه خبرها. مسئولان گروه جامعه مدنی و ژورنالیستان از اعزام هزاران تن زیر نام خبرنگار و فعالان مدنی به بیرون از کشور سخت انتقاد میکنند. این مسئولان میگویند که هرچند بیشتر خبرنگاران خواستار ترک کشور نیستند، اما استفاده از نام خبرنگار توهین به کار رسانه‌ای و بدنام ساختن خبرنگاران است. در همین حال شمار از خبرنگاران تاکید می‌ورزند که کشورهای جهان در بررسی سندهای خبرنگاران جعلی هیچ توجه نکرده و به همین علت موج بزرگی از مردم از واژه خبرنگار سوء استفاده کردند. رفیع صدیقی گزارش می‌دهد. هرچند موضوع سفر به کشورهای بیرونی حق هر شهروند در افغانستان است، اما بعد از آغاز روند انتقال شماری از افغانها به بیرون از کشور، هزاران تن با استفاده از سندهای جعلی خودشان را خبرنگار معرفی کرده و به بیرون از کشور انتقال داده شده اند. گروه جامعه مدنی و ژورنالیستان این اقدام را توهین آشکار و بدنام ساختن خبرنگاران می‌داند و می‌گوید که باید میان خبرنگاران واقعی و خبرنگاران جعلی تفکیک ایجاد شود، زیرا هنوز هم بیشتر خبرنگاران می‌خواهند که در افغانستان باقی بمانند و به مسئولیت‌های اطلاع رسانیشان ادامه دهند. افغانستان که چه کم 30 میلیون نفوس ته چپدی که 9 میلیون په نړیواله کچه ځان ژورنالیست او مدنی فعال معرفي کړي. چې بدبختانه دا د شرم خبره ده، بدبختانه دا د افغانستان خبریال ته توهین دی، دا د افغانستان فعال ته توهین دی او په زمین کې د افغانستان حکومت ته توهین دی. اسناد جعلی جور میکنن. امارت اسلامی افغانستان باید توجه جدی داشته باشه در این قسمت. مدعایی که اسناد جعلی چاپ میکنن، کارت های جعلی چاپ میکنن، اونا مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. در همین حال جامعه مدنی ژورنالیستان تاکید میورزند که افراد در بدل پول کارت های جعلی و سند های رسانه‌ای ساختند و به گونه نمونه یک پیام صوتی یک منبع چاپ را پخش کرد. ما اسناد جور میکنیم، اسناد فعال جامعه مدنی جور میکنیم، اسناد معتبر، اسناد صحیح برتون جور میشه. در دو روز برتون اسنادتون مکمل جور میشه. هزینه‌اش $150 است. از سوی هم شماری از خبرنگاران تاکید می‌ورزند که امارت اسلامی باید زمینه‌های لازم را برای فعالیت‌های رسانه‌ای فراهم سازد تا خبرنگاران به سرنوشت نشوند. شرکت های خصوصی اعضای فامیلشان و دوستانشان به نام خبرنگاران انتقال دادن، ولی من میبینم تمام کسایی که خبرنگار هستند در افغانستان موجود هستند و هستند. زمان تمه یا هیله دی نوی نظام سخداده چی دوی دی رسانه و دی فعالیت یا دی بیان دی آزادی پو برخه که یو واضح مشخص هررخیز کلالار تگلار واضحی که با این حال این فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران تاکید می‌ورزند که این گرد همایی جنبه سیاسی ندارد
و هدف اصلی آن مشخص شدن خبرنگاران واقعی و غیر واقعی است و از جهان می خواهند تا کسانی که زیر نام خبرنگار به کشورهای بیرون انتقال داده شدند سندهای کاریشان به گونه اساسی زیر بررسی قرار گیرد. شهروندان کشور از حکومت امارات اسلامی میخواهند که افراد شایسته را در حکومت گزینش کنند. این شهروندان همچنان با انتقاد از فساد و بیکاری در حکومت گذشته از امارات اسلامی میخواهند که با فساد اداری مبارزه کرده و کار را به اهل کار بسپارد. در همین حال مقام های حکومت اطمینان میدهد که در بخش مبارزه با فساد، اشتغال و تامین امنیت گام های جدی برخواهند داشت. امنیت، کار، مبارزه با فساد از اولین خواستهای شهروندان از حکومت امارات اسلامی است. مردم در سراسر کشور می خواهند که حکومت جدید عاری از فساد باشد. از من که در وقت نداشی دو دید افغانستان حق کشم خپل کسان نغون که مشران حکومت بجور که افغانستان که الان مرسل حامن و خلاری دارد. به دنبال انتقادها از برخی گزینش‌ها در برخی اداره‌های دولتی، مردم انتظار دارند که کار به اهل کار سپرده شود تا باشد از فساد اداری جلوگیری شود. هر کس کاردار به اهل کار بسپارند. کسی که یاد داشته باشد، که یاد نداشته باشد، میشه ثابت کاره خراب و جزا و فساد و هر چیز زیاد میشد. بیکاری و نبود شغل از دیگر چالش‌ها در برابر حکومت جدید است. آنچه که در یک ماه اخیر افزایش بی سابقه داشته است. حکومت که دست خلق داخله که چه غله نی بوشی غله نی چور چپاو ورکی نوی سپا حکومت رایشی سی حکومت پا افغانستان که رایشی مونگه بان خوشحاله. با این همه امارت اسلامی گفته که برای تامین امنیت و دزدی در کشور اعدام و قطع دست و پا را عملی می سازد. این اقدام مخالفان و موافقانش را دارد. دوی باید دا پا هم مزغر که ادام نکی دا باید دوی زن تا محکمه ور تا جوڑه که دا محکمه للاره باید دوی آغا خپل سزا بانده ورسه خوب کار است که مردم ازراد بگیره دا مردم کار را نکنه. پس از سقوط حکومت اشرف غنی امارت اسلامی تلاشای خود را برای حکومت داری و جلب رضایت بین المللی افزایش داده است. اما این حکومت با بحران شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. مقام ها در پکتیا میگویند که تلاش دارند تا مردم از مسیر سرحد دندپتان با پاسپورت و هم تذکره بتواند وارد پاکستان شوند. این مسئولان اضافه میکنند که در گذشته برای رد شدن از این مسیر از هر مسافر 30,000 کلدار پاکستانی اخذ میشد. مردم در ولسوالی دندپتان از مسئولان میخواهند تا زمینی کار در کشور را برای شهروندان فراهم کند که شهروندان مجبور به ترک کشور نشوند. مسئولان در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا می گویند از کسانی که در گذشته برای رد شدن از سرحدات به طرف پاکستان 30,000 کلدار پاکستانی اخذ می شد اکنون این فساد متوقف شده و تلاش دارند تا مردمی که نیاز به رفتن پاکستان از این سرحد دارند از راه های قانونی با داشتن پاسپورت و تذکره از سرحد عبور کنند. مگم ارسال گالو مگم یکینی ارسال پتکلیپیو خوخاز دی ملت غم در اثره مخکې که تاسو وګورئ په دغه بارډر باندې به 15,000 روپۍ د یو مسلمان نه اخیستل کېدی د موږ افغان ورور نه هغه افغان ورور به دغه 15,000 چانه په قرض راواخیستې خو چې بارډر ته به راغی دلته به یې 15,000 ټوکن کاو بیا به د پاکستان خاورې ته اوښته. باشندگان ولسوالی های سمکنه و دند پتان پکتیا از حکومت می خواهند تا برای مردم زمینه کار را فراهم کنند تا به کشورهای خارجی برای پیدا کردن کار رهسپار نشوند. دلته پر امن دی خو دغه خلک د نرخونې لوړوالي او د قیمتۍ څخه ډېر شکایت کوي چې په دې برخه کې مله اړونده چارواکو څخه ډېره هیله ده چې دلته نرخونه کنترول شي همداسې هغه پروسې چې په ټپه ولاړې دي هغو ته هم د کار زمینه برابره شي. والا موږ ماشومان چې دي بې تعلیمه بې تربیې دي هېڅکله موږ تعلیم ته ډېر زیات ضرورت لرو لارې باندې د سامانونه جګ دي هېڅکله د پیسې تجارتونه شته نه کاروبار شته. در برخی از ولایت های دیگر کشور افرادی که از سرحد پاکستان می خواهند به آن کشور عبور کنند نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند و بارها از مقامات مربوطه خواستند تا اقدامات فوری برای یافتن راه حل این مشکل انجام دهند. باشندگان برخی ولسوالی های تخار به دلیل بیکاری به تلاشویی روی آوردند. باشندگان ولسوالی دشت قلم می گویند که روزانه از 10 تا 400 افغانی از این کار پول به دست می آورند و به گفته آنان
این شغل به شکل سنتی از قدیم ها به آنان میراث مانده و با پذیرفتن قربانی با حفر کردن زمین های ریگی کار میکنند و با شستن ریگ طلا به دست میآورند. مردم میگویند که این شغل گرچند شاقه و کم درآمد است اما از کشور بیرون نمیشوند. صدها باشنده ماورای کوکچه اینجا در منطقه تاله ولسوالی رستاق تخار برای استخراج طلا با شکل سنتی و غیر فنی کار میکنند. آنان میگویند این شغل از قدیم برایشان به میراث مانده و کم درآمد است، اما به دلیل نبود فرصت های شغلی ناچار این شغل را انتخاب کردند و امرار معیشت خود و خانواده هایشان را میکنند. از صبح 6 بجه صبح میم تا 6 بجه دیگر کار میکنیم، فقط روزی 300-400 میاد دیگه. ای غریبی ما و شما میشه دیگه. در این منطقه بیش از 100 گروپ دنفری کار میکنند. کارگران میگویند پس از حفر 30 متر زمین به ساحه ریگ هایی که طلا دارد میرسند و پس از آن تونل میزنند و برای شستن ریگ را به بیرون انتقال میدهند. زمین را میکنیم تقریبا 35 متر 30 متر زیر همی کار میکنیم، یعنی مقصد خوب روز ما تیر میشن. در یک ماه تقریبا 10,000 روپه کار کردیم در ایجا. جانم در خطر است، خودم کل اندوله ما در ایجا تا میشه، جانشان در خطر است. با باور این کارگران در یک سال اخیر 5 نفر در جریان کندنکاری و حفر تونل زیری آوار شده و جان باخته و چندین تن دیگر معیوب شدند و این کاری آنان خالی از خطر نیست، اما ناچار به انجام این کار شاقه و پر خطر هستند. تقریبا یک هفته میشه ما اینجا کار میکنیم، 35 متر یا 40 متر میکنیم. اینم خدا برابر کرد یک خرچی میبره، حساب روزگار چیز اگر خدا برابر نکرد او هم نیست، اما بسیار خطر هم داره. اخی چی کنیم دیگه، غریبی است، دایی کشور دیگه کار نباشه چیز نباشه. کودکان نیز مشغول این کار شاقند و میگویند در پی تحولات ناگزیر به ترک مکتب شدند و مجبور هستند به خاطر پیدا کردن نفقه خانواده اینجا کار کنند. 30 متر 40 متر میکنیم، یک نفر در اونجا یک سنگ بغلطه، یک نفر میمره، یک تا زخمی میشه، با دمی روزی 200-300 کار میکنیم و همی چی نمیشه. افزون بر این بخش، هزاران نفر در دو طرف دریای کوکچه، منطقه سمتی ولسوالی چاو و دریاخانه خطایان در شهر طالقان مشغول تلاشویند و از این مدرک برای خانواده هایشان نان به دست می آورند. ادامه خبرها پس از یک میان برنامه کوتاه. چند خبر کوتاه از جهان. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که با وصف توافقی نداره با تهران، مفتشینش اجازه دسترسی به فابریکه تولید قطعات سانتریوفیوژ را در ایران نیافتند. رافائل گورسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در بیانیه تایید کرد که تمام موارد توافق که در 12 سپتامبر به آن دست یافته شد باید تطبیق شود. تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق کرده که به مفتشین بین المللی اجازه می‌دهد که با نصب کمره‌های نظارتی در مکان‌های حساس هسته‌ای به نظارت ادامه بدهند. یک سروی نشان می‌دهد که همگیری ویروس کرونا در جهان باعث کاهش طول عمر شده است. این سروی در 29 کشور انجام شده که ایالات متحده، چیلی و برخی کشورهای اروپایی را شامل می‌شود. بر اساس سروی، سالهای پیشرفت در زمینه افزایش طول عمر بر اثر همگیری کرونا از بین رفته است. نتیجه این سروی در نشریه بین المللی اپیدمیولوژی امروز دوشنبه نشر شد. انتخابات جرمنی، حزب سوسیال دموکرات اندکی از حزب حاکم پیشی گرفته است. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی جرمنی نشان می‌دهد که حزب سوسیال دموکرات از ائتلاف حاکم CDU و CSU اندکی پیشی گرفته است. هر دو ادعا کردند که آرای کافی برای ایجاد حکومت جدید به دست آوردند، اما بر اساس نتایج ابتدایی گفتگوها بر سر تشکیل یک حکومت ائتلافی خیلی طول خواهد کشید. آنگلا مرکل که پس از 16 سال کار به عنوان صدر اعظم جرمنی کنار می رود تا زمان ایجاد حکومت جدید به حیث صدر اعظم سرپرست به کارش ادامه خواهد داد. و
به خبرهای اقتصادی خوش آمدید. مقامات اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان میگویند که طرف پاکستان روند صادرات افغانستان را تسهیل کرده. آنها می افزاید که تنها در همین هفته 200 میلیون دلار کالا از افغانستان به پاکستان صادر شد. با این حال صادرات از پاکستان به افغانستان به صفر نزدیک شده است. نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در افغانستان اخیراً در مکتوبی گفته است که دیگر از صادرات افغانستان به نام تعرفه مالیاتی در پاکستان پل عقض نشود تا زمینه تجارت میان دو کشور بیشتر فراهم شود. اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تعرفه های مالیاتی از صادرات سیب هنوز برطرف نشدند و از این لحاظ در سال روان و در صادرات سیب به پاکستان زیانمند شده اند. دغه اعلی زالو په نتیجه کې بلاخره موضوع دی اندازې ته ورسېدل چې دوی په هغه سل ټیکس د مرکز نه خلاص کو تنها یو د منو په برخه کې دوی یو څه ملاحظات لري هغه هم زمون خبرې ورسره روان دي زه امیدوارې م چې دا سل ټیکس لري شي او که دا سل ټیکس لري نشي زمونږ منو ته به ډېر لوی تاوان ورسیږي. صادر کنندگان میوه های تازه در کشور همچنین از برخی محدودیت های صادرات افغانستان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و از امارات اسلامی خواستند تا مذاکرات خود با طرف پاکستانی را برای حل مشکلات موجود جدی بگیرند. دوی وشول کوای چه آغا طرفه چه دری چند تا و پرکتا کامافی و سابق شی دستی طرفه مافیت ننه رغلی پا عمومن بل خصوص پا منو بنده و سم طرفه ماغا طرفه چه توی دوغواری داده مگر هیلم دو دوار و خوانه هیلم داده چه باید طرفه دو گمروکی هم در افغانستان در طرف هم در پاکستان در طرف دو میوی پبخشکی و مافیات ورکی. آگاهان از پاکستان انتقاد کرده اند که همیشه مشکلاتی را برای صادرات افغانستان ایجاد میکنند که میتواند به روابط اقتصادی دو کشور آسیب برساند. برخی بازرگانان در ننگرهار شکایت میکنند که به دلیل فعالیت های کند بانک ها با چالش های جدی روبرو هستند. به گفته آنان بانک ها هفته 5000 دلار برای شرکت های بازرگانی میدهند که آن هم به دلیل چالش های زیاد برای همه پرداخت نمی شود. اما مسئولان این اداره نمی پذیرند. 45 روز تمام می شود که فعالیت بانک های خصوصی با چالش روبرو است. هرچند دروازه های بانک ها باز است اما ارائه خدمات آن به گونه عادی کامل نشده است. بازرگانان در ننگرهار شکایت می کنند که از حساب های شرکت هایشان 50000 دلار را هفتوار با چالش های زیادی دریافت می کنند. خوشی دا ورکی ولی افغانی ورکی دام دا ولی افغانی یو پدل تا تاون شیش بانگ نو دالر پکی پراتی پینزه زره ورکی بلا ولا افغانی شده که دا ولا افغانی تاوی سکندیز من خپل بانگ لی ولی او که داغا بانگ تاوی خپل بانگ خلامان لی دخلی خوک سراپای تاوی سلور افغانی کمی اخلی سلور افغانی دا خپل تجار لی خپل زاد که خپل یو غط زر بارا. بازرگانان می گویند ذخیره فیزیکی ارزی آنان تمام شده و اگر بانک ها روند حواله را دوباره عادی نسازند چرخ تجارت متوقف خواهد شد و مردم با بحران اقتصادی روبرو می شوند. پا دالر رو که 15000 دالر را کهی پا لگو که پاو که بیا تبادله را لکه پا چلورت یا دوات یا دریت یا تبادله که اگر چه بیا بازار تا مونگا ویسو اتات یا که تبادله سالور افغانی فرق دلتا بانک والا ورکا زمونو در تجاران نکمه پیسی چه با بانگونو که دی آغای تا ازاد دی که دوی چه دکل مرستو وقت که ای در مرستو بزای دی من سر پا تجارت که من تا دی سهولیتون را مخی تا که دو دوی داقا مرستو ندی زمون توبه وی. در سوی دیگر مردم از بلند رفتن بهای مواد نگرانی می کنند و بازرگانان را با استفاده جویی از وضعیت فعلی متهم می سازند. مدیر کلش تجاره آورده است یکی مثال یک کانتینر روغن که مثال محصولش می آمد 5 لک افغانی علی 5 لک افغانی دولت طالبا معاف کرده است این دلیلی که پیشی مردم میره که بعدر روغن پیش که 14 دلار بود داری به 12 دلار بکنی مگنی ولایی ما پیش از امارات آوردیم. مسئول نمایندگی بانک مرکزی در ننگرهار میگوید که چالش جدی وجود ندارد و تلاش برای حل مشکلات جریان دارد. طول بانکونه خصوصی دی که در افغانستان بانک دی در طول زن په سطح باندې الحمدلله خلاص دی او دوی عملا خلکو ته توزیع شروع کړی او معاشات دی که هر رقم پیسې دی تاسې که بهم ګورئ کیدای شي موږ د خوانه هم دوی ته عملا پیسې موږ ورکړي دوی هم شروع کړی ده.
قابل یادآوری است که بسیاری کالاها از کشورهای خارجی وارد افغانستان می شوند. بازارگانان در بدل کالا از طریق بانک ها پول را به شرکت ها حواله می کنند. اما اکنون خدمات بانک ها غیر عادی است. بازارگانان حتی پول نقد هم برای پرداخت پول کالاها از بانک ها را دریافت کردن نمی توانند. نرخ اسعار چند خبر کوتاه ورزشی. اتحاد موفق به شکست حبیبیانا شد. دو تیم در ادامه لیگ فوتبال زیر 15 سال کابل به مساف هم رفتند. اما این فوتبالیستان اتحاد بودند که جشنواره گل برانداختند و با حساب 9-1 حبیبیانا را شکست دادند. در دیگر دیدار متحد افغان با حساب 2-1 از صدر جوانان کابل گذشت. در ادامه این رقابت ها چهارشنبه نیز دو دیدار برگزار می شود. برازیل و آرژانتین دو ابرقدرت آمریکای جنوبی توانستند خود را به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتسال 2021 لتوانیا برسانند. در نخستین شب از مرحله 1/4 نهایی رقابت‌ها تیم ملی برازیل به مساف مراکش رفت و با نتیجه 1-0 پیروز شد. رودریگو تنها گل برازیل را در این دیدار نزدیک به ثمر رساند تا قهرمان 5 دوره مسابقات مجدداً به جمع 4 تیم پایانی صعود کند. در دیگر دیدار این شب روسیه و آرژانتین به مساف یکدیگر رفتند که این بازی در زمان عادی و 5 دقیقه اضافه به تساوی 1-1 انجامید. در ضربات پنالتی اما آرژانتین به پیروزی 5-4 رسید و راهی نیمه نهایی شد. این رقابت‌ها به گونه قانونی و زنده از سوی شبکه جهانی تلویزیون آریانا در سراسر افغانستان به دست نشر سپرده می‌شود. آرسنال موفق شد در دیدار حساس برابر تاتنهام به پیروزی برسد. در چارچوب دیدارهای هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس، دو تیم آرسنال و تاتنهام برابر هم به میدان رفتند که این دیدار با برتری 3-1 توپچی‌های لندن به پایان رسید. اسمترو، اوبامیانگ و بوکایو ساکا برای آرسنال گلزنی کردند و سونگ هیونگ نیز تنها گل تاتنهام را به ثمر رساند. در دیگر دیدار ولورهمپتون با یک گل ساوثهمپتون را از پیش رو برداشت. در جدول رده‌بندی لیگ لیورپول در صدر قرار دارد. در ادامه هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال اسپانیا موسوم با لالیگا 3 بازی برگزار شد که در مهمترین آنها رئال بتیس مهمان خود خطافه را با نتیجه 2-0 شکست داد و سومین پیروزی خود را کسب کرد. اما پیش از این بازی هم رئال سوسیداد الچه را با یک گل از پیش رو برداشت. سوسیداد با این نتیجه پنجمین برد خود را کسب کرد و کنون تنها با یک امتیاز اختلاف نسبت به رئال مادرید صدرنشین در رده دوم جدول قرار دارد. رایو وایکانو نیز گادیز را با نتیجه 3-1 مغلوب کرد. در آخرین بازی از هفته هفتم این رقابت‌ها امشب سلتا ویگو میزبان گرانادا است. ناپولی با برتری برابر کالیاری سطر جدول سری آ را از میلان پس گرفت. در ادامه دیدارهای هفته ششم سری آ فوتبال ایتالیا ناپولی به مساف کالیاری رفت و موفق شد با دو گل حریف خود را از پیش رو بردارد. با این نتیجه ناپولی 18 امتیازی شد و در سطر جدول سری آ جای میلان را گرفت. کالیاری هم تنها با 2 امتیاز در رده 19 لیگ بیستیمی ایتالیا قرار دارد. وضعیت آب و هوا. تازه‌ترین خبرها از افغانستان منطقه و جهان را از وبسایت آریانا نیوز .اف بیننده باشید. ممنون که بیننده خبرهای ساعت 8 بودید. شبتان خوش.